سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. با پوزش در آغاز برنامه به خاطر تأخیر چند دقیقه ای در آغاز برنامه تفسیر خبر. جمشید چالنگی هستم، با شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت پیش رو بررسی میکنیم مهمترین خبرها و رویدادهای داخلی ایران و نیز در منطقه و همچنین در عرصه بین المللی را در ارتباط با ایران و مردم ایران. در عرصه داخلی آنگونه که برخی خبرگزاری های ایران گزارش میدهند، از جمله خبرگزاری نیمه دولتی مهر، اختلاف میان نمایندگان آیت الله خامنه ای و دولت آقای روحانی بر سر تعیین استانداران ادامه دارد. بر اساس این اختلاف گفته می شود که تأخیر طولانی در انتصاب استانداران جدید در نظام ولایت فقیه روی داده است. در عرصه مربوط به برنامه اتمی جمهوری اسلامی، آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه حکومت ایران میگوید انتظار داریم 5+1 گروه 5+1 در مذاکرات ژنو پیشنهاد تازه ای ارائه کنند. این در حالی است که سخنگوی خانم کاترین اشتون نماینده اتحادیه اروپا در این مذاکرات میگوید ما منتظر آن هستیم که در ژنو حکومت ایران پیشنهادی سازنده با خود داشته باشد. ناظران پیش بینی میکنند که دور تازه مذاکرات اتمی میان گروه 5+1 و ایران نتواند در دور نخست خود به نتیجه روشن و مشخص برسد. آن سوتر در آمریکا، مسئولان آمریکایی وزارت خارجه آمریکا میگوید ایران به شرطی میتواند در مذاکرات صلح سوریه که قرار است در ماه آینده میلادی نوامبر در ژنو برگزار شود شرکت کند که از تشکیل حکومت انتقالی که تلویحاً ساقط کردن حکومت بشار اسد را نیز در بر دارد حمایت کند. در این مذاکرات نیروهای مخالف بشار اسد شرکت خواهند داشت و در عرصه اقتصادی همزمان با کارشناسان دیگر وزیر ارتباطات اطلاعات اسرائیل میگوید اقتصاد ایران چنانچه همین روند را ادامه دهد تا 2 سال دیگر با فروپاشی کامل روبرو خواهند شد. با من و شما هستند در این شماره از تفسیر خبر. در اسکاندیناوی آقای محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و عضو کمپین سفارت سبز و تا دقایق دیگر آقای عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمله کردستان ایران با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای حیدری عزیز به شما سلام میگم در نروژ. منم خدمت شما و میهمان برنامه‌تون و همچنین بینندگانتون در هر جای دنیا که هستن سلام دارم. آقای حیدری ببینید، آنچه که از دو طرف گفته میشه، خانم کاترین اشتون ما اشاره کردیم که گفته ما امیدواریم که جمهوری اسلامی پیشنهاد سازنده و روشنی با خودش به ژنو بیاره که تا چند روز دیگه هفته آینده قرار این مذاکرات از سر گرفته بشه. طرف مقابل که نمایندگیشو در این مذاکرات آقای ظریف سرپرستی میکنه، ایشون هم گفته که ما منتظر پیشنهادهای تازه از طرف اتحادیه، از طرف گروه 5+1 هستیم. ظاهرا به نظر میرسه هر دو منتظرن طرف دیگه یک پیشنهاد تازه بیاره، اما پرسش این هستش که آیا ایران در وضعیتی هست که چون این توقعی داشته باشه؟ ظاهرا حرف 5+1 خیلی روشن بود.
من فکر میکنم این جو مطبوعاتی که در غرب شکل گرفته بود و به نوعی در خود ایران هم اینجوری شد تداعی کرده برای اینها، فکر میکنن که غربی ها از مواضع خودشون در واقع کوتاه اومدن، در صورتی که در همون مذاکراتی که در نیویورک صورت گرفت آقای کری صراحتا گفتش که همون بسته پیشنهادی که در آلماتی دو به ایران داده شده محور مذاکرات روی همونه، و من فکر میکنم جمهوری اسلامی هم روی همون بحث باید وارد بشه، و کما اینکه در همون اواخر آقای جلیلی و کارهایی که داشتن انجام میدادن روی اون سطح غنی‌سازی اورانیوم تو سقف 3.5 تا 5% در واقع داشتن به توافق میرسیدن، و همچنین قبول کردن برای چند نقطه‌ای که مورد نظر سازمان انرژی اتمی بود برای بازدید، و در قبالش یه که سری از تحریم‌های ابتدایی رو بردارن و اعتماد سازی رو از همونجا شروع کنن با طرح گام به گامی که روس‌ها داده بودن. من فکر نمی‌کنم که بسته جدیدی از سوی غرب در حال حاضر آماده باشه که بخوان به جمهوری اسلامی بدن، و جمهوری اسلامی هم خودش اینو می‌دونه. خود شما اگه توضیح بدید راجع به اون بسته پیشنهادی که بود برای برخی از بینندگان ما، به طور خلاصه چه مشخصاتی چه نکاتی هست و موضوعاتی؟ در اون بسته ای که در آلماتی دو در واقع در اختیار ایران گذاشته بودن، در قبال اینکه جمهوری اسلامی بیاد و شفاف سازی کنه و در واقع در خصوص غنی‌سازی اورانیوم بپذیره که سطح غنی‌سازی اورانیوم رو تقلیل بده، یک سری امتیازاتی رو در قبال تجهیزات برای هواپیماهای مسافرتی و همچنین خرید و فروش طلا و این نوع در واقع تحریم‌ها رو غرب کنار می‌ذاره در فاز اول، و چنانچه ایران در مراحل بعدی همکاری مثبتی داشته باشه با 5+1 میتونن مراحل بعدی رو با هم به جلو برن، که عملا این قضايا با توجه به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اومدن تیم جدید موکول شد که الان آقای ظریف و تیمش در واقع باید دنبالگیر همین مسائلی باشن که در آلماتی دو در واقع گروه 5+1 بهشون پیشنهاد داده. آقای حیدری ببینید، شما قطعا در جریان هستید که چندی پیش کتاب آقای بخشی از کتاب آقای روحانی، نوشته های آقای روحانی ترجمه شده، زبان‌های مختلف منتشر شد، یادداشت های سالهای پیش ایشون، که در اون اشاره کرده، یعنی گفته به صراحت که ما وقتی، یعنی خود حجت الاسلام روحانی وقتی که رئیس هیئت نمایندگی ایران در همین مذاکرات بوده، میگه ما اون موقع وقت کشی میکردیم که از این ور بتونیم کار خودمونه بکنیم. خلاصش این هستش. خب وقتی یه همچین چیزی هست و ایشون میاد رئیس جمهور تازه نظام ولایت فقیه در ایران هست، وقتی یه همچین چیزی هست آیا اعتماد کاملی میتونه وجود داشته باشه در غرب نسبت به برنامه اتمی ایران؟ من فکر میکنم غربی ها هم به اندازه مردم ایران روحانیون حاکم بر ایران رو شناختن، چون در واقع خود آقای خمینی که رهبر این نظام بود عملا در مواجهه با مردم و قولهایی که به مردم داده بود عنوان کرد خدعه کردن برای اینکه بتونن به قدرت برسن، و این رو میتونیم در رابطه با این شاگردان و در واقع بقیه طلابی که دست پرورده ایشون هم هستن این رو در واقع تعمیم بدیم که خدعه کردن و بحث تقیه در نظام جمهوری اسلامی یک امر عادیه و اینها میتونن هر لحظه حروم خدا را حلال کنن یا حلال خدا را حروم کنن، و لذا در مذاکرات هم میتونن به همین قسم عمل کنن، و کما اینکه خود آقای روحانی در برنامه‌های انتخاباتیش در صدا و سیما عنوان کرد که ما حرکاتی رو انجام دادیم و برنامه‌هایی رو انجام دادیم و خدعه کردیم تا بتونیم زمان لازم رو برای پروژه‌های اتمی به دست بیاریم، و امروز در واقع محصول همون اقداماتی بوده که آقای روحانی و تیمش انجام داده بودن که احمدی نژاد در واقع بهره برداری کرده و تبلیغات می‌کرد. خب بنابراین چشم‌انداز مذاکرات ژنو رو شما به عنوان یک دیپلمات با سابقه چطور می‌بینید؟ من فکر می‌کنم که این آقایون مجدداً در واقع به دنبال خرید زمان هستن و به دنبال این هستن که مذاکرات رو ادامه بدن تا جایی که بتونن طرف مقابل رو در واقع ازش یک امتیازی کسب کنن بهتر از اون امتیازی که در آلماتی دو بهشون دادن.
البته شرایط جهانی رو باید سنجید و موقعیت کشورهای غربی و اروپایی که آیا حاضر هستند در مقابل این حکومت با توجه به مسائلی که در غرب داشته و عدم شفافیتش در برنامه هسته‌ای یک همچین امتیازاتی رو بدن، چون واقعا در داخل کشور آنگونه که دوستان ما میگن مشکلات عدیده برای پروژه های در واقع سپاه به خصوص قرارگاه خاتم الانبیا و برخی دیگر از واحدهای وابسته به سپاه به وجود اومده به خاطر نبود ارز، به خاطر عدم تهیه تجهیزات لازم، که اینها به دنبال این هستن که این منابع رو فراهم کنن و من فکر میکنم غربی هم تا حدودی این مطالب رو به دست آوردن. اما این وسط فقط مردم ایران در واقع بی نصیب هستن که این مذاکرات هر چقدر بیشتر طول بکشه خب تحریم ها دیرتر برداشته میشه و مشکلات مردم بیشتر خواهد شد. آقای حیدری، من و شما هستیم، بینندگانم غریب نیستن. من یک پرسش دارم. فرض کنید این پرسش رو نمیدونم، شاید دیپلمات های غربی هم این پرسش رو برخی از خودشون داشته باشن یا در برخی از بینندگان ما. ببینیم، پرسش این هستش که یه مقدمه کوتاهی داره، این که یک حکومتی، حکومت ایران در صدد هست که به انرژی هسته‌ای دست پیدا کنه، حق مسلمش هست طبق قوانین بین المللی، هیچ کس هم نگفته که این حق رو نداره، اعلام میکنه که ما هدفمون خیره، میخوام این روزا هم دوباره تکرار میکنم، برای موارد پزشکی و موارد دیگه‌ای به سود مردم میخوام استفاده کنیم. بازم حرف خیر، هدف خیر، قابل ستایش، بسیار خوب. اما پرسش اینجاست که یک حکومتی که چنین هدف خیری رو داره در ارتباط با برنامه اتمیش و این همه سال درگیر یه همچین مشکلی هست، مشکلاتی رو تحمل میکنه، مردم رو وادار به تحمل کردن میشن، همه اینا، خب ابعاد دیگه خیرخواهی این حکومت هم آدم باید ببینه، نیست؟ یعنی ببینی همچین حکومت خیرخواهی که میخواد از انرژی هسته‌ای برای موارد پزشکی به سود مردم استفاده کنه، باید ببینه که یک گام‌هایی برمی‌داره در زمین‌های دیگه برای مردم. یعنی آب آشامیدنی غیر آلوده تأمین می‌کنه اینا که در دسترس هست، که یا مثلا فرض کنید وضعیت مدارس رو درست می‌کنه که الان در همین سال تحصیلی بسیاری از کودکان نتونستن به مدرسه برن، یا وضعیت پزشکی فعلا موجود رو تا حالا دسترسی به اصطلاح نیوکلیر مدیسن و بقیه داشته باشیم یا هر چیز دیگه، اونا رو حال به پیشکش، همینی که هست رو، دسترسی به داروی امروز رو و بقیه چیزها رو درست میکنه. چرا اینا هیچ کدومش دیده نمیشه اونطور که شما میگین و گزارش ها میگن؟ فقط همین یکی، الا للا ما میخواییم بریم انرژی اتمی برای اینکه میخواییم خدمات پزشکی اتمی یا هر چیزی ارائه بدیم. حق ندارن شک کنه. خب قاعدتا هم مردم داخل کشور هم در کشورهای مذاکره کننده با ایران به این موارد شک کردن و به خاطر همین هم هستش که علی‌رغم توضیحاتی که مسئولین ایران دارن میدن حرف اونها رو نمیپذیرن. میلیاردها دلار جمهوری اسلامی هزینه کرده و از سبد اقتصادی خانوارهای داخل ایران کم کرده تا بتونه پروژه‌ای رو به جلو ببره که هیچ منفعتی برای مردم ایران تا کنون نداشته جز در واقع رنج و مشقت و مشکلات عدیده‌ای که به دست آوردن. اینها اگر واقعا صادق بودن برای تأمین برق میتونستن از نیروگاه‌های آفتابی استفاده کنن که ما صحراهای بزرگی در داخل کشور داریم، یا از در واقع سدهایی که تأمین میتونستن بکنن این برق رو. اما میبینیم در رابطه با این پروژه اتمی چه مسائلی رو به مردم دارن تحمیل میکنن، از آلودگی هوا، خشک شدن دریاچه و وضعیت جغرافیایی ایران که عملا در واقع به خطر افتاده و این آقایون هیچ اقدامی نمیکنن و همین در واقع بادهای موسمی که از سمت کشورهای عربی داره به سمت ایران میاد، گرد و غباری رو که داره وارد خاک ایران میکنه و مردم ایران به خصوص مردم اهواز و اخیرا هم من شنیدم در داخل تهران حتی اینها باعث بروز بسیاری از بیماری ها شده. اینا نکاتیه که هر عقل سلیمی وقتی فکر کنه میفهمه که این پشت این قضیه برنامه اتمی حتما باید یک پروژه خاصی باشه و اون هم در واقع قدرت منطقه‌ای شدن نظام مقدس جمهوری اسلامیه که آقای خامنه‌ای میخواد در واقع این رو به همگان ثابت کنه.
خب بارها خود غرب هم گفته بود در مراحلی که آمده اصلا اون مقداری رو که برای نیازهای پزشکی هست حتی اورانیوم غنی شده در اختیار بذارن که ارزون تر هم تموم میشه. من میتونن این کار رو انجام بدن، ولی عملا جمهوری اسلامی به دنبال اون نیست، چون اگر قرار بود که ما به دنبال غنی‌سازی اورانیوم بریم اول باید نیروگاه‌های لازم رو داشته باشیم و ما میبینیم که هنوز نیروگاهی ما نداریم و یک نیروگاه در بوشهر و اونم با این وضعیتی که الان چندین سال روس‌ها ما رو معطل خودشون کردن. ما داریم تأسیساتی رو تأمین میکنیم در نطنز، در عراق، در عمق در واقع زمین، و همه اینا نشون دهنده مواردیه که در واقع غرب باید مشکوک باشه. همین اخیرا هم موارد متعددی سازمان انرژی اتمی چندین جلسه مذاکره داشت که برای اینکه بتونه یه گروهی رو برای این منطقه پارچی نظام کنه، ولی خب جمهوری اسلامی ممانعت کرد و با این برگ هسته‌ای عملا به دنبال توسعه این برنامه خودش هست و الان هم به خاطر همون حرف قبلم که تجهیزات و پول کافی برای تامین این پروژه نیست، به دنبال این هستن که بتونن زمانی رو بخرن و فرصتی به دست بیارن تا بتونن از بخشی از پولهایی که دارن یا درآمد نفتی استفاده کنن برای تامین این پروژه. خب این تصاویر رو نشون میدادن، امیدوارم اگه بتونن برگردونن نشون بدن همکارانم هم در اتاق فرمان، کوچه و بازار مردی رو که از کنار گاری میوه میگذره، در اون لحظات چشم من افتاد، میبینیم که همین تصویر به تنهایی گویاست، یعنی گذر این مرد، این مردی که از که ببینید چجور نگاه میکنه به انارها، نخیر قدرتشو نداریم بخریم، یه همچین حالتی داره. گرانیست دیگه، گرانیست بند. به هر حال خب این نظریه هست، خیلی ها در خود حکومت ایران در ایران معتقد هستن و در گردانندگان حکومت گفته شده برخی که چنانچه حکومت فقیه در ایران بتونه به بمب اتمی دست پیدا کنه، این ضامن ماندگاری حکومت، این هم منطقی است برای خودش، یه قدرت منطقی میشه که بمب اتمی داره، اون بغلش هم خوب پاکستان داره، یه خود دورتر هند هم داره، اون ورتر اسرائیل گفته میشه بسیار داره. اما پرسش اینه که آیا یک حکومت برای بقای خود، آیا ضامن ماندگاری حکومت ها بمب اتمی است؟ در هند که میبینیم بزرگترین از نظر جمعیت دموکراسی دنیا رو داره، در پاکستان که میبینیم دولت ها میان میرن، در کشورهایی که بمب اتم داشتن مثل شوروی به هر حال فرو پاشید، دومین قدرت جهان بود، ابرقدرت جهان بود. این تصور چقدر واقع بینانه است آقای حیدری؟ خب جمهوری اسلامی یک پایگاه ایدئولوژی برای خودش داره در منطقه ایجاد میکنه با دخالت هایی که در عراق، سوریه، لبنان داره انجام میده و اون هلال شیعه ای که درست کرده و استراتژی رو در واقع داره به این بخش از افرادی که به عنوان مذهب شیعه دارن فعالیت میکنن تزریق میکنه، این رو عنوان کرده که برای اینکه ما بتونیم در مقابل اون طیف سنی ها در واقع ما هم یک قدرتی باشیم، چون اونا معتقدن که پاکستان به برکت پولهای عربستان تونسته یک همچین تجهیزاتی رو فراهم کنه، ایران هم به دنبال اینه که در مقابل اون در واقع بخش سنی یک بمب اتمی رو داشته باشه که بخواد توازن قوا رو برقرار کنه و از طرفی بتونه تضمین کنه موقعیت خودش رو در منطقه در مقابل کشورهای عربی و به خصوص آمریکا، و بتونه امتیازات لازم رو در این موازنه قوا در منطقه خاورمیانه به دست بیاره. و اینا فکر میکنن که داشتن این تجهیزات بهشون کمک میکنه و این استراتژیه که در داخل بیت رهبری و سپاه نهادینه شده و اینها به دنبال این پروژه هستن. و اگرم آقای خامنه‌ای میاد و میگه من فتوا دادم، همونجوری که اول صحبتم هم گفتم، میتونه بعداً تغییر کنه و این رو در واقع کنسل کنه و به نوع دیگه اینو تعمیم بده و این خواست اونها هست که برسن به اون موقعیت و الان هم به دنبال این هستن که این تکنولوژی رو به دست بیارن. و کما اینکه خود آقای اوباما هم در همین مصاحبه اخیرش عنوان کرده بر اساس اطلاعاتی که دارن ظرف یک سال و اندی ایران توانایی ساخت سلاح اتمی رو به دست میاره. اسرائیل البته میگه حدود 6 ماه دیگه بیشتر نمونده برای اینکه ایران به بمب اتمی دست پیدا کنه. بله این خبر هم هست. بفرمایید.
در هر صورت خب این یه مسئله ایه که در صورتی که ایران به اون مرحله برسه، اینها فکر میکنن مثل قضیه کره شمالی که تونسته با بحث بمب اتمی که داشته بقای رژیمش رو با توجه به فقر و فلاکتی که مردمش گریبانگیرش هستن حفظ کنه، اینها میتونن به برکت این بمب اتمی و داشتن این صنعت در واقع نظام جمهوری اسلامی رو بیمه کنن و بتونن در از این گروه های شیعه تندرو و رادیکالی که تو منطقه دارن پرورش میدن به نوعی حمایت کنن. خوبه، پرسش اینه. ببینین، برخی از مسئولان حکومت ایران میگن و برخی از هواداران، اگر بشه اسمش گذاشت، برخی از کسانی که از حتی مخالف حکومت ایران هستن اما معتقد هستن خب ایران چرا بمب اتمی نداشته باشه، برای اینکه اون بر اسرائیل داره، ایران چرا نداشته باشه. من حتی با یک روزنامه‌نگار بسیار سرشناس عرب صحبت می‌کردم در قاهره، در یک کنفرانس بود، ایشون حرفی که به من می‌زد می‌گفتش بله، بنده با این حکومت ایران بسیار مخالف هستم، اما اتفاقا ایران در تنها زمانی که می‌تونه بمب اتمی داشته باشه الانه، اینا می‌تونن، و بعد این حکومت رفتنی است. اون وقت ایران یک کشور اتمیست با یک حکومت دموکرات در آینده. یه همچین منطقایی هم به کار برده میشه، یه همچین توجیه ها و تفسیر ها. اینو چه جواب؟ ببینید، کشورهای مثل اسرائیل یا در واقع پاکستان اگر بمب اتمی دارن، یا هند، توسط قدرت های دیگه عملا دارن اینها کنترل میشن و دولت های اونجا هستش که با جامعه جهانی یک رابطه معقولی داره. اینطور نیستش که یک بار بیان و بگم باید کشوری از صحنه گیتی باید ناپدید بشه. ولی جمهوری اسلامی دولت مردانش در نماز جمعه، در سخنرانی هاشون، در سازمان ملل همواره بر نابودی یک کشوری که عضو سازمان ملل تاکید دارن. اینه که باعث این حراس میشه که چه بسا همین الان وقتی که یکی از مقامات جمهوری اسلامی میاد توی سازمان ملل مذاکره میکنه، برمیگرده به داخل ایران، هیچ ثباتی وجود نداره که گفته های اون رو بپذیرن و عملا همه دارن به نوعی اون رو مورد شماتت قرار میدن. و چه بسا روزی که ایران بمب اتمی داشته باشه، این دست افراد بیفته که هیچ گونه نظارت بین المللی درش نیست و میتونه یک فاجعه به بار بیاره. اینه که جامعه جهانی نسبت به این قضیه حساسیت داره. باز خواهیم گشت تا لحظات دیگه. آقای عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کمله کردستان ایران، نیز با ما خواهند بود. تا لحظات دیگر. تفسیر خبر، شبکه تلویزیونی ایران فردا، لندن. آقای عبدالله مهتدی نیاز به معرفی بیشتری ندارن. در تفسیر خبر با من و شما بودن، وقت ما کم و بیوگرافی ایشون طولانی. مطمئن هستم میلیون ها بیننده ایرانی با چهره و نام ایشون آشنا هستن. خوش اومد. خیلی ممنون آقای چالنگی. با سلام به همه بینندگان و به مهمانتون جناب محمد رضا حیدری. بله، قرار بود زودتر در خدمتتون باشیم، اون تو در ترافیک لندن. ترافیک لندن معروفه دیگه. بله. آقای مهتدی، صحبت برنامه اتمی هست، هفته آینده مذاکرات 5 به اضافه 1 هست. جمهوری اسلامی گفته که ما انرژی هستی حق مسلم ماست، کسی هم منکرش نبوده، انرژی هستی برای مقاصد صلح‌آمیز است. اما واقعا تا این حد پیش رفتن، ایران رو به اینجا کشوندن، این میتونه یک مصالح ملی رو هم در بر گرفته سیاست اتمی ایران یا خیر؟ نه، فکر نمی کنم. در واقع رژیم جمهوری اسلامی با سیاست های اتمی خودش نه فقط خدمتی به ایران و منافع ملیش نکرده، بلکه ایران رو به خاک سیاه نشونده، از لحاظ اقتصادی به زانو در آورده، تولید متلاشی شده، درآمدهای نفت فوق العاده کاهش پیدا کردن، تورم خیلی بالاست، بیکاری فوق العاده زیاده، چشماندازی برای بهبود و گشایش اقتصادی نیست. حتی اگر به توافق برسند با دنیای غرب مدتها طول میکشه. این همه هزینه دادن
مطمئنن جای پرسش داره که چرا و به چه دلیل و کدوم منافع رو برآورده میکنه. صرف تولید انرژی که برای هر مملکتی لازمه اصلا دادن چنین هزینه هایی رو نمیطلبه. وانگهی اگر مسئله تنها ایجاد انرژی ارزان یا مطمئن برای رونق اقتصادی بعدی جامعه ایران بود، کشور ایران بود، در اون صورت این کتمان و پنهانکاری از آژانس اتمی برای مدت 17-18 سال چه توضیحی داشت؟ مخفی کردن سایت ها چه توضیحی داشت؟ من فکر میکنم کشورهای مختلف و دولتهایی که بر اساس منافع کشورشون عمل میکنن سبک سنگین میکنن، هزینه فایده رو میسنجن. حتی به فرض اگر این ادعای جمهوری اسلامی درست بود که شک و گمان اضافی و غیر واقعی در مورد برنامه هستیش وجود داشت، بررسی هزینه فایده میتونست یک دولت خردمند و مردمی رو به این نتیجه برسونه که حتی اگر این طور باشه میتونه موقتاً هم شده غنی سازی رو تعطیل کنه، راه آژانس بازرسان آژانس اتمی رو باز کنه و از این کشمکش بی حاصل و خانمان برانداز با جامعه بین المللی خودداری کنه. همه به یاد داریم که میگفتن هیچ مهم نیست که به شورای امنیت بره پرونده از آژانس اتمی و ورقپاره بیش نیست و همه اینا، دیدیم نه. و امروز اتفاقا صرفاً و صرفاً بر اساس فشارهای ناشی از مجازات‌های اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی به این نتیجه رسیدند و نه از روی یک بازنگری عقلانی سیاست‌هاش. خب ببینید، یک نکته وجود داره اون برای قضیه رو آدم که بهش فکر میکنه، یعنی آیت الله خامنه‌ای، ولی فقیه نشسته فکر میکنه، مشاورانش هستن، میگه آقا ما در برابر غرب کوتاهیم، مثل عراق بیایم تمام پرونده ها و تشکیلاتمون همه درها رو باز کنیم، بگیم آقا ما سلاح هسته‌ای نداریم، مثل لیبی بگیم هر چی دار و ندار اتمی و هسته‌ای و از این قبیل داریم بیاین برداریم ببریم. بله، سرانجاممون مبادا بشه مثل صدام یا معمر قذافی. ما اطمینان نداریم به آمریکا. حرف آقای خامنه اینو چی خواهی؟ نه، این حرف درسته به شرطی که سایر مقدمات هم باشه. به این معنی اگر جمهوری اسلامی تمام سیاست بی ثبات سازی در منطقه رو کماکان ادامه بده، سیاست صدور انقلاب اسلامی به زعم خودش و حمایت از تروریسم به زعم جهان رو ادامه بده، از آمریکای لاتین گرفته تا هندوستان و تا گرجستان و تا کشورهای مختلف خلیج فارس همه جا به حمایت از تروریسم بپردازه، بی ثبات سازی اقتصادی ایجاد کنه، با کشورهای منطقه به جای دوستی از در دشمنی در بیاد، طرفدار محو اسرائیل از صفحه گیتی باشه، منم فکر میکنم به این سادگی ها دنیا ولکن نخواهد بود. بنابراین اونچه که ایران احتیاج داره یک تغییر اساسی در کل این سیاست جهان ستیزی و غرب ستیزی و عرب ستیزی و یهودی ستیزی که ایران برپا کرده. آیا اونها میتونن این تغییر اساسی رو تو سیاستشون بدن یا نه؟ اینا دیگه خودشون باید جواب بدن. بعد نبنده. نبنده. شما دیر تشریف آوردین، چه توقعاتی هم از جمهوری اسلامی دارید. بله، حالا امیدواریم چنین بشه. اما مسئله این هستش که همه الان مذاکرات هفته آینده که قرار انجام بشه، هر دو طرف بی‌اعتمادن. هر دو طرف به هم بی‌اعتمادن. این میگه باید غرب باید پیشنهاد تازه بده، اون برم میگه یک پیشنهاد سازنده باید بده. شاید پیشنهاد سازنده همین باشه. اما یک نکته هست های مهتدی، شما چون عرصه بین المللی رو هم دنبال میکنید به دقت، بس بسر اینه که خیلی این نظر میدن درست یا نادرست که این یک بخشی هم بازی غرب بوده تا این سالها، یعنی یه جایی باید دیگه این اطلاع رو پیدا میکرد که واقعا ایران بمب اتمی داره میسازه یا نمیسازه.
نه 10-15 سال ادامه پیدا کنه. کسایی که این حرفو میزنن میگن از ایران یه لولو سرخرمن ساختن برای ترسوندن بقیه کشورها، نزدیک شدن اعراب به اسرائیل ثمره این بوده، فروش سلاح غرب به کشورهای خلیج فارس. این یک نظره، اینو چطور از دارم؟ بگیرم این طور باشه آقای چالنگی، سیاست عقلانی حاکمیت در ایران میبایستی این باشه که گزک دست یک چنین کسانی یا یک چنین گرایشایی در جهان یا در کشورهای مختلف نده. کشورهای مختلف منافع خاص و ویژه خودشون رو دنبال میکنن و در این راه ممکنه که به انواع اقسام سیاست هم دست بزنن. کشوری که بر اساس عقلانیت و بر اساس احترام به حقوق مردمش و منافع فعلی و بلند مدت کشورش فکر میکنه، خب تلاش میکنه اینها رو خونسا کنه. درست در هم به فرض اینکه یک چنین سیاستی داره پیش میره دو دنیا، که به نظر من نه اینکه اصلا درست نیست ولی بیش از حد بدبینانه است، توضیح نمیده روابط ایران و غرب و تنش ها رو، ولی گیرم یک چنین چیزی بود. خب میباید از مدت ها پیش با سیاست نرمش عقلانی این توطئه یا این سیاست خونسا می شد، نه اینکه درست در همون موقع شما خواستار محو اسرائیل بشید، خواستار این بشید که آل سعود بره از مکه و مدینه مثلا برن و عراق رو به این وضع به هم بزنید، پشت سوریه ای بیستید که 110 هزار نفر از مردمش رو قتل عام کرده، بحرین رو به هم بزنید و الی آخر. یعنی میخوام بگم سیاست هایی که دولت ایران و حاکمیت و نظام سیاسی در ایران در این 30 چند سال در پیش گرفته، به اندازه کافی دلیل دست هر کسی میده که نسبت به این حاکمیت بدبین بشه. البته این افرادی که این حرفو میزنن تو اندازه هم اگر بدبینیش، من فقط نقل قول میکنم، این نظر رو هم اضافه میکنن که خود حکومت ایران هم جزی از این بازی است. خب این خیلی توتئه است. نه مسئله توتئه نیست، مسئله اینی که یک بازی است که به قول معروف نتیجه هر بازی سیاسی رو آدم میبینه کی داره استفاده میکنه ازش. یعنی کسانی که استفاده میکنن بالاخره صاحب نقش میتونن باشن، نیست؟ ضمن اینکه من قبول دارم که بازی های سیاسی و انواع توطئه ها هست، بوده از گذشته و این زمان هم هست، ولی من راستش آقای چالنگی فکر میکنم من سیاست رو سرراستر از این حرف ها میبینم و مشاهده میکنم. سیاست عوامل اساسیش و مؤلفه های اساسیش هم چیزاییه که میبینیم. به نظر من بر اساس اون عواملی که قابل سنجشن و قابل اندازه‌گیری هن، قابل شناختن در سیاست جهانی، کشور ایران میتونه سیاستی داشته باشه که از لحاظ اقتصادی فوق العاده پررونق‌تر و پیشرفته تر باشه، از ترکیه فعلی پیشرفته تر باشه و نفوذش رو هم نه از طریق تهدید و ارعاب و تخریب در کشورهای دیگه، بلکه از طریق جلب قلوب و از طریق صادر کردن پیشرفت‌های فرهنگی و علمی و مدنیش به کشورهای دیگه این کار رو بکنه. کمان که در تاریخ طولانی ایران بارها این اتفاق افتاده، این عملی بود. آقای حیدر عزیز، اون چرا که آقای مهتدی گفتن، چنانچه جمهوری اسلامی به این اقدامات دست نزنه، حمایت از تروریسم اونطور که غرب میگه، کارشکنی در راه برقراری صلح میان فلسطینی ها اسرائیل، دخالت در امور داخلی کشورهای دیگه از جمله در عراق که دیگه قابل تأیید هست که نوری المالکی عملا دست نشانده و فرمانبر حکومت ایران هست، به این کارها دست نزنه، عوضش روابط دوستانه و منطقی بر اساس مسائل ملی با همسایگان و جهان داشته باشه. بالقوه در توان این حکومت و این نظام شما چون این چیزی رو میبینید؟ من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی بخواد یک همچین امتیاز بزرگی رو بده و در قبالش بخواد نهایتا شرایط محمد قذافی یا به قول شما صدام رو ببینه،
چون جمهوری اسلامی فکر میکنه الان یه قدرت منطقه‌ایه و در مسائل افغانستان دخالت میکنه، در کشور عراق، سوریه، لبنان، حتی یمن و عربستان، و به نوعی داره این قضایا رو نشون میده و خود کشورهای غربی و آمریکایی ها این مسائل رو دارن رصد میکنن و میدونن که جمهوری اسلامی تو برخی از مسائل تروریسم و به خصوص ترانزیت قاچاق مواد مخدر ید طولایی دارن و به خاطر همین جمهوری اسلامی حاضر نیستش که بیاد یک همچین امتیازهایی رو بده در قبال چه چیزی به دست بیاره، چون اونا براشون رفاه مردم یا در واقع سربلندی مردم ایران یا موقعیت مردم ایران در سطح جهان اصلا مطرح نیست. اونا یک ایدئولوژی دارن، بر اون اساس اون ایدئولوژی و مباحثی که مطرح میکنن مبنی بر ظهور امام زمان دارن عمل میکنن و آقای خامنه ای هم خودشون نایب اون امام زمان میدونه و قاعدتا هم توی همون وادی داره کار میکنه و داشتن سلاح اتمی را برای پیشبرد این مقاصد لازم میدونه برای در واقع کسانی که بهش وفادار هستن. و عملا من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی حتی اگر پای میز مذاکره هم بنشینه برای مقطعی بیاد در واقع با غرب به نوعی به سازش هم برسه این کارهاشو بتونه کنار بذاره، چون عملا سالیان سال داره با گروه های تروریستی مثل حماس، حزب الله و گروه های در واقع شیعه تندروی که مقتدا صدر یا حکمتیار در افغانستان دارن اینا رو پرورش میدن یا شیعیانی که در داخل عربستان هستن، عملا جمهوری اسلامی از این بازی هرگز دست بر نخواهد داشت، چون خودش رو به عنوان قدرت منطقی میخواد به این کشورها تحمیل کنه. آقای حیدری، این طور در همین زمینه ببینید چرا یه همچین تصوری نکن جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی مدعی است که آقای ولایتی کتاب نوشته، حتی این کتاب هم در مدارس امسال قرار تدریس بشه به اسم بیداری اسلامی. آقای خمینی اینو گفته، آقای خامنه ای بارها گفته و بقیه مسئولان. اون چه که بیداری زیر عنوان بیداری اسلامی مطرح میکنن، یعنی امواج اسلام سیاسی در کشورهای مختلف در همین انگلستان، حالا با تمام مخلفاتش، از اینکه در خیابانی در لندن سر میبرن تا اینکه عملیات تروریستی 11 سپتامبر، همه اینها رو زیر عنوان بیداری اسلامی میشه جا داد. این عملا با انقلاب اسلامی در ایران آغاز شد. چرا وارثان بنیانگذار این حکومت فقیه در ایران چنین احساسی نداشته باشن که یک ابرقدرت هست؟ ببینین، بحث این که بتونین ابرقدرت باشین یه نکته ایه که باید در داخل اون کشور ببینین شرایط مردم خودتون به چه سمت و سوی داره میره. در داخل خود ایران این گروهی که حاکم هستن حتی به اهل سنت که اقلیت مذهبی در داخل کشور هستن که رسمی هم هستن اجازه فعالیت نمیدن. و این بحث ابرقدرت بودن وقتی در داخل شما با مردم خودتون این گونه برخورد میکنین، قاعده کار اینه که با مردم دیگر کشورها چه رفتاری خواهید داشت. و من فکر نمیکنم که این مسائلی که در واقع آقای خامنه ای و تیم ایشون به دنبالش هست فقط به خاطر این باشه که باعث عزت و سربلندی و ابرقدرت بودن ایران بشه، بیشتر جنبه ایدئولوژیک داره بر پایه همون درس ها و مسائلی که در حوزه علمیه در فقه شیعه هست و آقای خامنه ای از نوع رادیکالش داره استفاده میکنه و این جز تخریب فرهنگ ایران و تخریب کشورهای همسایه چیز دیگه ای رو برای مردم ایران نخواهد. شما موافق هستین با حرف ایشون؟ بله، منم فکر میکنم که اگر قرار ایران ابرقدرت بشه یا به هر حال یه قدرت منطقه‌ای با نفوذی بشه که کاملا زمینه تاریخی، اقتصادی و نیروی انسانیشو داره، منتها به نظر من سیاست و حاکمیتش خانایی ندارن اتفاقا با این، میتونست که این بشه به شرطی که یک سری سیاست‌های دیگری رو کاملا خلاف اونچه که در این سه دهه شاهدش بودیم در پیش می‌گرفت. شما نمی‌بایستی اگر می‌خواد یک قدرت منطقه‌ای بشید شما فقط نگاهی به ترکیه بکنید. این همه ایران پول صرف حزب الله کرد، پول صرف حماس کرد، عملیات تروریستی کرد، تفنگداران آمریکایی رو ترور کرد، فرانسوی‌ها رو، غیره رو، غیره رو و خیلی گروگانگیری‌ها، بی‌ثباتی‌ها. به طمع این که یا به خاطر این که مثلا بتونه موقعیتی در دنیای عرب و در بسا شارع عربی در بین توده مردم عربی که احساسات طرفداری از فلسطین داشتند ایجاد بکنه. دولت ترکیه
آقای اردوغان بدون این که 10 شاهی خرج بکنه و اتفاقا خیلی هم از قبل اونا استفاده اقتصادی میکنه، برای اینکه کالا صادر میکنه. کمپانیای ترکیه در همه این مناطق کشورهای خاورمیانه فعالن، بدون اینکه پولی خرج بکنه، هزینه ای بده، با یه مقدار بحث و با یه مقدار دفاع پرشور از فلسطین، در واقع موقعیت ایران رو در دوره آقای احمدی نژاد کاملا به عقب روند و جای ایران رو گرفت در بین تمام کشورها. ما می‌دیدیم که پرچم ترکیه رو تو تمام اون مناطقی که ایران ادعای نفوذ داشت بیشتر بلند می‌کردن تا ترکیه رو، به جز گروه‌های خاصی که کاملا وابسته به ایرانن، وگرنه توده مردم کشورهای عرب امروز اصلا حسن نظری نسبت به حاکمیت فعلی ایران ندارند. بله، ایران میتونست بشه اگر راه دیگری رو در پیش میگرفت. به نظر من کاملا یک چنین موقعیتی رو داشت. به نظر من یک موتور اقتصادی نیرومند برای خاورمیانه و تمام شمال آفریقا میتونست باشه و الان ما میدیدیم که سرمایه ایرانی، تکنولوژی ایرانی، متخصصین ایرانی تو تمام این کشورها با عزت و احترام پذیرفته میشدن. الان یه ایرانی میخواد بره کشور دیگه، 1 ساعت تو پاس کنترل نگهش میدارن مبادا بمبی به خودش بسته باشه. این چه ابرقدرتی است؟ شما میتونید به من بگید؟ نه خیر. صحبت ترکیه کردین، در 6 ماه نخست سال میلادی جاری که الان ماه دهمش هستیم، درآمد تبلیغاتی کانال‌های تلویزیونی ترکیه از کشورهای عرب، بله، $700 میلیون بود. بله، سریال‌های ترکی رو در تمام منطقه الان سریال‌های محبوب هستن، در حالی که ایران یه سریال می‌سازه تمام کشور عربی علیهش بلند میشن و خواهش میکنن که قطع بشه. میخوام بگم که شما از چه طریقی میخواید نفوذ کنید؟ بس بر سری اینه به نظر من. آیا شما میخواید از یعنی یک رسالتی هست برای ایران، برای ایران جمهوری اسلامی که تمام این کشورها رو سرنگون بکنه، تخریب بکنه و به جاش نظام دیگری بیاره سر کار؟ چون این چیزی نه مقدوره نه اصلا کار ایرانه. باید گذاشت این کشورها مسیر طبیعی رشد خودشونو طی بکنن. از خارج نمیشه، البته دموکراسی هم نمیشه تحمیل کرد از خارج و به طریق اولا نمیشه ایدئولوژی دیگری رو که مورد پسند مردم نیست آورد. این بیداری اسلامی هم که گفتید، به عقیده من چیزی به اسم بیداری اسلامی نداریم. این یک قهقرای اسلامی است، اسلامی که زمانی در مقایسه با قرون وسطای اروپا پیشرو بود و فلاسفه یونانی به اروپا از طریق ترجمه های عربیشون شناخته می شدن دوباره به اروپا، امروز این وضع داره که بسیار عقب افتاده است. کلن خاورمیانه راستش احتیاج به یک بیداری داره، اما اون بیداری دموکراسی است، بیداری حقوق بشره و بیداری خارج شدن از عقب ماندگی اقتصادیه که سیاست هایی که تو این منطقه هست متاسفانه تا حالا مانع شده. بله، اسم شما قهقرای اسلامی گذاشتین، در تهران بهش میگن بیداری اسلامی، هر اسمی روش بذارید. اما خیلی معتقدن که با انقلاب اسلامی این سونامی، این بیداری هرچه هست آغاز شد در ایران. مطمئنن ایران هم تأثیر خودشو داشته، گرچه در جاهای دیگه هم حتی این یه نوع عروج این جریان وجود داشته. اینا همه واکنش هایی هن در مقابل پیشرفتایی که دنیای غرب کرده. چه بکنند این کشورها؟ واقعیت اینه به جای دشمنی و عناد با سیر پیشرفت جهانی بایستی همگام شد، اما با حفظ فرهنگ و با حفظ منافع ملی خودتون، با حفظ ویژگی های خودتون این کار رو باید بکنید. البته اون کسی که این نظر میده اینو به این دلیل من مطرح کردم، چون معتقد هستم باز اون بیداری که خاورمیانه اشاره کردین، معتقد هستم با مرکزیت ایران اگر وضعیتی بشه که دموکراسی درش برقرار بشه ممکنه اثر بذاره رو منطقه. ولی الان اینطور خواهد بود، این رو اشاره میکنن، گو که میبینیم الان نشونه هاش در مصر یا جای دیگه پیش از ایران دیده میشه، مثل تونس. آقای حیدری گرامی، اسرائیلی ها
کارشناسان اسرائیلی، مسئولان اسرائیل در مورد برنامه اتمی ایران اظهار نظرهای بسیاری داشتن، آقای نتانیاهو که میدونیم و بقیه. اما در مورد وضعیت اقتصادی ایران، وزیر اطلاعات اسرائیل، اطلاعات در اسرائیل به معنی بگیر و شکنجه کن و اینا نیست، برای بینندگان توضیح میدم، وزیر اطلاع رسانی در واقع حساب میشه و ارتباطات، آقای یوال اشتاینیتز، ایشون اگر اسمشون بله همین، گفتن اگه همین روند اگه پیش بره تا دو سال دیگه اقتصاد ایران کاملا فرو پاشیده خواهد شد. این حرف با توجه به دقتی که در دنبال کردن وضعیت ایران دارید، شما تا چند اندازه واقع بینانه میبینید این نگاه رو؟ خب اگر الان هم به وضعیت داخلی ایران نگاه کنین، با تورم 40% و در واقع عدم کنترل نرخ ارز و بسته شدن کارخونه ها و بیکاری کارگران و فشاری که روی مردم ایران داره میاد، کاملا مشخصه که مشکلات اقتصادی در ایران وحشتناکه و خود همین باعث شده بر اساس گزارشات نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم که به خود آقای خامنه ای طی بولتن‌های محرمانه که ارسال شده این موارد گوشزد بشه که این فشاری که داره به مردم میاد بر اساس این تحریم‌ها که مشکلات اقتصادی عدیده‌ای رو ایجاد کرده و تورم بالای 40% و بیکاری عظیم و بسته شدن کارخونه‌ها رو به دنبال خودش داشته، میتونه باعث بشه یه بخش در واقع گرسنگان جامعه رو وارد صحنه کنه و باعث در واقع شورش‌هایی بشه که نتونن کنترل کنن. اینه که خود غربی هم از آن دارن که این تحریم ها اثرگذار بوده و در صحبت های آقای روحانی در خود سازمان ملل هم که داشت صحبت میکرد، قسمت اعظمش نسبت به همین فشار تحریم ها و همین مشکلات اقتصادی که روی پیکره ملت ایران داره فشار میاره تاکید داشته. من فکر میکنم که شاید کمتر از این مدت هم اگر با همین رویه رژیم بخواد بره جلو، این فشارهای اقتصادی که به مردم داره میاد مشکلات رو دوچندان خواهد کرد و رژیم نمیتونه از پسش دیگه بر بیاد برای حل این مشکلات اقتصادی. یعنی شما در دولت روحانی نشانهایی نمیبینید که برنامه ریزی دقیق کارا که بتونه این اساس این اقتصاد رو برحال اون فسادی که هست چه باش خواهند کرد؟ اساس این اقتصاد رو یک جوری سامان بدن که به سود سفره مردم باشه. کسانی که آقای چالنگی الان بر مسند قدرتن و آقای روحانی آورده اینا رو به عنوان وزیر اقتصاد یا به عنوان رئیس بانک مرکزی و در نهادهای مربوطه گذاشته، اینا سالیان سال در همین سیستم در دوران سازندگی، در دوران اصلاحات کار کردن و برنامه هاشون مشخصه. این مشکلی که ایران امروز دامنگیرش شده در واقع از سالیان قبل همینجور اضافه شده تا به الان به حالت انفجاری تبدیل شده. من فکر نمی کنم این نیروها با توجه به اون فسادی که در بدنه هیئت حاکمه ایران هست بتونن این مشکل عظیم اقتصادی که برای ایران به وجود آورده و فشارش رو مردم بیگناه ایران دارن تحمل میکنن و بتونن راهکار درستی براش داشته باشن. آقای مهتدی، آقای روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد جایی در سخنرانیش اعلام کرد که من به عنوان نماینده ملت ایران در اینجا، حالا بعدش همه هم منتظر بودن یه حرف بزنه که برنامه اتمی رو اعلام میکنم متوقف یا هرچی، بودم پیشنهاد میدم به سازمان ملل که علیه خشونت کاره بود. حالا اون بحثمون نمیکنه، اما نکته اینه که به نام ملت ایران، ملت ایران درش از نظر مذهب و دین اهل سنت هست، شیعه هست، مسیحی هست، زرتشتی هست، لا مذهب هست، بهایی هست، همه هست. بالای دقیق من اطلاعی ندارم ولی میدونم بالای 15 میلیون ما اهل سنت داریم. آیا شما نشونه ای دیدید که گامی بردارن در مورد کردستان، برای اهل سنت کردستان گامی بردارن برای اینکه یک مسجد برای بخش بزرگی از این ملت که اهل سنتن در پایتخت کشورشون ساخته بشه؟ تا به حال نه، ولی صحبت هایی در این زمینه هست که، یا بهتر بگم فعلا وعده و وعیدهایی در این زمینه هست که هم به قول خودشون وضعیت اقوام رو بهش رسیدگی کنند، آموزش به زبانهای مادری مختلف در ایران رو بهش بپردازند و به مشکلات اهل سنت رسیدگی بکنند در ایران. اینها همه مسائل خیلی حاد
و تبعیض‌های خیلی شدیدی بوده که ناقض حقوق اولیه انسان هست در کشور ایران، ولی متاسفانه بیش از 30 ساله که با شدت و خشونت داره اجرا میشه. فعلا در سطح وعده و وعید هست. باید دید، کلن باید دید که نه فقط در این موارد، آیا سازش در خارج یا انعطاف در سیاست خارجی با انعطافی در سیاست‌های داخلی هم همراه خواهد بود یا نه. من جای دیگه عرض کردم که الگوی رفتاری جمهوری اسلامی اگر گذشته رو ملاک قرار بدیم اینطور نبوده، یعنی پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت و پایان دادن به جنگ ایران و عراق که البته خیلی تأخیر بی مورد درش بود، ولی به هر صورت پایان جنگ و رسیدن به یه مصالحه‌ای در خارج، اتفاقا در داخل با قتل عام زندانیان سیاسی در شهریور 67 توأم شد. یعنی کوتاه آمدن خارجی با سرکوب داخلی توأم بود. کوتاه آمدن در برابر خارجی، در برابر خارجی ها و نوعی انعطاف به هر صورت در سیاست خارجی. آیا این بار این انعطاف در سیاست خارجی که فعلا فقط مقدماتش هست، ما هنوز نمیدونیم به یک نقطه توافق میرسن یا نه، ولی همین مقدماتش، همین آب شدن یخها به تدریج در رابطه با غرب و به خصوص با آمریکا، آیا با شدت عمل یا امنیتی برخورد کردن بیشتر یا سرکوب بیشتر، تضییقات بیشتر در مورد حقوق بشر همراه خواهد بود کمان که در گذشته اینطور بوده، و یا اینکه با نوعی گشایش داخلی و انعطاف در سیاست‌های داخلی در قبال خود مردم ایران هم همراه خواهد بود؟ برای اینکه خب دنیا فرق کرده، زمان فرق کرده، عصر ارتباطات دیگه، نمیشه اونجور کشتارها رو در دنیا انجام داد. به نظر من این سوال لااقل برای من هنوز پاسخش روشن نیست. باید دید به کدوم سمت خواهد رفت، و به نظر من به هر سمتی بره خب به تبع با توجه به اون مردم هم واکنش متناسب با اون رو نشون خواهند داد. یک انعطاف و گشایش و نرمش تدریجی خب مردم رو به نوعی سیاست در واقع تشویق خواهد کرد، و شدت عمل و خشونت هم مطمئنن به طور متقابل واکنشایی رو ایجاد خواهد کرد. من هنوز برام روشن نیست که حالا چه در مورد تسنن، چه در مورد کردها، چه در مورد ملیت‌ها، در مورد ضرب، در هر موردی آیا اصولا سیاست اینها نرمش در داخل رو هم ما شاهد خواهیم بود یا خیر؟ چه دلایلی یا نشونه هایی میبینید که آدم رو راهنما باشه به سمت اینکه میشه یه همچین توقعی داشت برخلاف گذشته عمل کنه؟ چون نمونه هاش دیده شده، یعنی نمونه هاش توی همین ساعت چند ماه دیده شده، یعنی گرفتن زندانیان دیگه، کشته شدن یک ایرانی بهایی در زندان و اتفاقات ادامه داره. مثلا من در مورد کردستان میتونم به شما بگم مطابق آماری که هست فعلا 22 نفر الان ما زیر اعدام داریم، حتی یک نفر از اینا بخشوده نشده. نگاه امنیتی و برخورد نیروهای امنیتی به مردم در کردستان کماکان سر جای خودش هست. وعده و وعیدهایی در دوره انتخابات بود از طرف آقای روحانی، بین این وعده و وعیدها تا عمل شدنش هنوز راهی هست. اول اینکه خود آقای روحانی جدی هست و تا کجا پیش میره، و دوم اینکه به فرض جدی بودن خواهند گذاشت اصولا اقداماتی در این زمینه بشه، یا تصور حاکمیت و مراجع بالای حاکمیت این هست که ما اگه در داخل شل کنیم با توجه به این انعطاف خارجی ممکنه مثلا به نظر اونها مردم سوء استفاده بکنن و اینها. من هنوز راستش نمیتونم کاملا نظر بدم که به کدوم سمت سیاست داخلی حاکمیت میشه. یک مدت برای خودتون یعنی قائل میشید؟ بله حتما حتما حتما، یه دوره باسی دید با دقت ملاحظه کردید به کدوم سمت پیش میره. آقای مهتدی منتظر هستن، فرصتی رو قائل هستن ببینن به چه سمت خواهد رفت، به چه دلایلی حتی برخلاف میل حکومت و نظام
ناچار خواهد شد حقوق بشر رو در ایران گام‌های برداره برای نقضش و رعایت حقوق بشر، حتی برخلاف میل حکومت. اوضاع ناچارش خواهد کرد یا نه؟ همین هست، من نقل قول درست میکنم. بله بله، میگم معلوم نیست آیا گشایشی خواهد بود و حقوق بشر، حالا اندک تدریجی به هر نحوی، آیا در این مسیر خواهیم رفت یا مسیر عکسش رو، کمان که در گذشته مسیر عکسش رو رفتن. ولی جهان تغییر کرده، امروز عصر ارتباطاته و به نظر من جامعه ایران هم تغییر کرده. اون قدرت و اتوریته بلا منازع آقای خمینی رو نداریم. کلن جامعه ایران حساس‌تر از این حرف هاست که بشه اون شدت عملها رو نشون داد. من خودم عقیدم اینه، جنبش اجتماعی سال 88 موسوم به جنبش سبز به عبث نبود، به بیهوده نبود و اگرچه نتونست به هدفاش برسه به هر دلیل و ضعفای خودش یا سرکوبایی که بود، ولی مطمئنن نظام جمهوری اسلامی رو در برخورد به مردم و جنبش ها محتاط‌تر کرد. شما همین نظر رو دارین؟ جهان عوض شده، تغییر کرده که بله قطعاً چنین هست، اما آیا روحانیت شیعه حاکم بر ایران هم تغییر کرده؟ من فکر میکنم روحانیت حاکم بر ایران نه تنها تغییر نکردن بلکه سخت‌تر شدن، چون اونا فکر میکنن دنیا در حال دگرگون شدنه و به سمت سوی میره که اونها وعدهش رو مکررن به در واقع پیروان خودشون دادن و حتی از تحولاتی که در منطقه و در اروپا و آمریکا داره میشه استفاده میکنن و برای طلابی که تدریس میکنن آنگونه عنوان میکنن که نظریات اونها در واقع در حال جواب دادنه و ما باید بیشتر فشار بیاریم و بیشتر مردم رو سرکوب کنیم تا بتونیم در واقع زمینه رو برای ظهور آقای امام زمان فراهم کنیم. توضیحشون شد؟ بله، روال تاکنونی جمهوری اسلامی همین طور بوده که ایشون گفتند و فجایع بزرگی هم که در ایران به وجود اومده ناشی از همین سیاست و همین روش بوده. ولی اینکه من هنوز فکر میکنم که باید دید آیا این چه تغییر جهانی، چه تضعیف اقتصادی، چه حساس بودن اوضاع سیاسی، آیا اونها رو وادار به تجدید نظری هرچند محدود میکنه، دست به اساسات ترشون میکنه، یا برعکس همونطور که ایشون گفتن با شدت و حدت دوباره این سیاست رو در پیش میگیرن که مطمئنن نتیجه جز فاجعه برای جامعه ایران و ناکامی برای خودشون نخواهد داشت. ببینید، شما در صحبتاتون به کشتن 1967 اشاره کردید. 1367 بیشتر زندانیان مجاهدین بودن، غیر مجاهدین بودن و غیر مجاهد بود، منطقه اکثریت طبق آمار که میگن اونها بود. در روزهای اول دولت آقای روحانی هم جدا از این که در اون اردوگاه چرا هستن، چرا ادامه دارن، باز میبینیم یه همچین کشتاری انجام میشه. دست حکومت ایران هم گفتن درش بوده، 100% بوده، درست؟ خب این یکی از نشونه ها میتونه باشه، نمیتونه باشه، چرا، یعنی کاملا میتونه باشه. موضع دولت آقای روحانی میتونست این باشه که این کار رو برخلاف سپاه پاسداران محکوم کنه یا نه؟ بله کاملا، این یکی از نشونه هایی هست که در اون جهت به حساب سختگیری بیشتر و تشدید سرکوب ها و بدون شک این نشانه مهمی است. البته کاملا عملی بود غیر انسانی و باید محکومش کرد، ولی در هر صورت آیا در همین مسیر خواهن رفت؟ من عقیدم این آقای روحانی میتونه کاملا در این مورد حتی شدیدتر و بدتر از آقای احمدی نژاد عمل کنه که شعار میداد و شلوغ میکرد و اقتصاد ایران هم به شکل خیلی غیر کارآمدی اداره میکرد و همه رو از خودش ناراضی کرده بود، در حالی که آقای روحانی میتونه با طمأنینه و با نقشه بیشتر، با تعمق بیشتر و با آرامسازی در جبهه خارجی کاملا سرکوب های داخلیشو پیش ببره. حرف من اینه که چنان وضع دنیا عوض شده که این سرکوب های شدید در این دوره به نظر من با واکنش های روبرو خواهد شد که قبل از دست زدن جمهوری اسلامی مجبوره فکر بیشتری در این مورد بکنه و همین
فرجه دیگری رو یا شانس دیگری رو ممکنه خیلی کم ولی باز میکنه برای اینکه نکنن این کار. من اشاره ما به اردوگاه لیبرتی بود در ایران. اردوگاه اشرف بله در اشرف حمله کردن و قبل از اونم در لیبرتی بود روز بهرحال ما همه امیدواری ما این هستش که در روزی همه زندانیان سیاسی هرچنگ داوودی مهدی گررو شبنم مددزاده و همه زندانیان و 22 شهروند ایرانی کرد که به اعدام محکوم شدن از اعدام نجات پیدا کنن فارغ از هر گونه اندیشه و عقیده سیاسی که دارن در ایرانی آباد برخوردار از حقوق انسانی تک تک شهروندان از هر دین و مذهب و عقیده و مرامی که دارن. سپاسگزار هستیم آقای عبدالله مهتدی عزیز کاک عبدالله گرامی. خیلی ممنون. با سپاس از شما آقای محمد رضا حیدری گرامی. ممنونم از شما. با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز توچال سهند و سبلان الوند کو آسماری و کوهساران زگرس او را مانات و تابشان بر فلات ایران زمین روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار.